رسیدم همه رفتیم اومدیم، هی رفتیم به هیچ جا نرسیدیم، هی رفتیم به هیچ جا نرسیدیم. در نتیجه لس آنجلس عادت کرده به این که به منفی برسه که ما هم همه جزوش هستیم. بیایم یه خود به فکر بیافتیم، واقعا یه تکون به خودمون بدیم، از این حالت بیایم بیرون، بریم به فکر این که چیکار میشه کرد که مردم ایران رو از این بدبختی نجات بدیم. اگه بتونم یه تقسیم بندی بکنم که زیاد حساب شده نیست، این طرحی که تهیه شده اثرش 95% برای مردم داخل ایرانه. یه طرحی است که به 100% تقسیم میشه، 95%ش مربوطه به مردم داخل ایرانه، چه از نظر بهره برداری چه از نظر اجرا. فقط 5%ش میمونه برای تمام ما ایرانیان خارج از ایران. همونجور که عرض کردم تکرار میکنم، 5%ش میمونه برای ما ایرانیان خارج از ایران. چون اون روزی که قراره این حرکت انجام بشه، من و شما ایرانی عزیز تو این لس آنجلس ما چی کار میتونیم بکنیم؟ فقط میتونیم بشینیم تلویزیون تماشا کنیم. تلویزیون که عرض میکنم یعنی حرکت مردم رو تماشا بکنیم. هیچ کمکی به اون مردم نمیتونیم بکنیم، مگه اون کمک رو حالا بکنیم، همفکری داشته باشیم، با مردم در صحبت باشیم، در تماس باشیم. اینه که ما یه مقداری در ارتباطمون با مردم کوتاه هستیم، نه اونقدر سریع که دلمون میخواست، دلیلش ما نیستیم، ما که دائم داریم کارمون رو انجام میدیم. دلیلش این سیستم و این شبکه های خبررسانی که متاسفانه اون قدرت رو نداره. و یه مثل یادم اومد، فرض میکنیم فردا صبح ساعت 8 خامنه ای میمیره، دولت هم تصمیم میگیره که به کسی فعلا اعلام نکنه، هیئت دولت مثلا جمع میشن که تصمیم گیری بکنن. 8 صبح که خامنه ای بمیره، بدون اینکه رادیو تلویزیون ها اعلام کنن، ساعت 12 تمام ایران حتما میدونه که خامنه ای مرد. چجوری میدونه؟ با همون طرحی که ما هی به شما التماس میکنیم این کارو بکنین با تلفن. مسلما خامنه ای بمیره هر نفری 20 تا تلفن میزنه و اون نفرهای دیگه هم 20 تا تلفن هم اونا میزنن. این رو کوچیکش نگیرین، این خیلی چیز بزرگیه، این یه سیستم کامیونیکیشن ارتباطی بالاست. به این فکر بیفتیم که از این کار استفاده بکنیم تا دیر نشده هر چی سریعتر خودمون رو به همدیگه بچسبونیم و از این مرحله طرح بیایم بیرون. شانس الان جلو پای همتون قرار گرفته، هیچ وقت یه همچین شانسی وجود نداشت، الان این شانس پیدا شده با توجه به پیشوندا و پسونداش، یعنی اون کارهایی که قبلا ما براش انجام دادیم و اون کارهایی که در طرحمون هست بعدا براش انجام بدیم. اون کارهای بعدی خیلی مهم هست، منتهاش باید منتظر جواب شما مردم باشیم. هیچ راهی نداره جز حرکت شما مردم. اطلاعات بسیار زیادی از ایران میگیریم، خیلی خوبه، جوونا به خصوص دارن عجیب کمک میکنن. اون دوستانمون در دبی خیلی خیلی مرحبا با همتون، منتظر حرکت های بعدیتون هم هستیم. همون صحبت ها که کردین رو ما باهاش کاملا موافق هستیم. گروه نظامی سیاسی عقاب ایران، دیروز داشتم فکر میکردم که واقعا حکم یه نجات غریق رو پیدا کرده. شما تو هر استخری هر وقت میریم برای شنو، یه نجات غریق اونجا وایساده که از شما پولی چارج نمیکنه، مجانی. شاید لغت قشنگی نباشه بگم مفتی، درست ما اون حرکت رو داریم. ما مفتی اومدیم جلو که نجات غریق شما باشیم.
حالا فقط میمونه که دستتونو بدین به دست ما. اگه نخواهیم این کارو بکنیم خب به نتیجه هم نمیرسیم. منم بارها از طرف گروه عقاب ایران عرض کردم که ما مسئول حرکت یا عدم حرکت مردم ایران نیستیم، چون در قدرتمون نیست که این مسئولیت رو قبول کنیم، ولی آمادگی داریم که این مردم رو طبق ترک پشتیبانیشون بکنیم. مجدداً ما مسئولیت حرکت مردم رو نمیپذیریم چون در قدرتمون نیست، ولی آمادگی کامل برای پشتیبانی از حرکت مردم داریم. اون است که طرح وظیفه ما رو تعیین کرده. ما رو باید تو شک و تردید نذاریم. این اطلاعاتی که ازتون میگیریم، منتظریم هر روز این اطلاعات بره بالا و بالا و بالاتر. انتظار نداریم که این هفته که ازتون 150 تا فکس گرفتیم هفته دیگه 70 تا بگیریم. فکس ما اشکال داره، میدونین که فکس ما رو از داخل ایران بستن، ولی هرچی ازتون خواهش میکنیم که فکساتون رو بفرستین به اروپا و امریکا، از اونا بخواین به ما بدن، هیچ کدوم این جواب رو ندادی. یادتون نره این جوابا اوناییست که جمع میشه آخر سر حالت کارنامه و معدل به خودش میگیره. بیان این هفته وقتتون رو بذارین، از ایران فکساتون رو بفرسین به وسیله امریکا و اروپا و کانادا و استرالیا این ورور که اونا به ما بفرسن. تصمیم این که این حرکت به کجا بکشه، قبلا هم عرض کردم حضورتون، تسلیم این حرکت با 70 میلیون منهای جمهوری اسلامی هست. یادمون نره اینو همیشه ملت ایران نشون داده که وقتی از یه حکومتی خوشش نمیاد، دوست نداره، بایستاده اون تو داره حقوق میگیره، داره کار میکنه. مینیمم اینه که خودشو مخالف یا عدم موافقت با اون حکومتی که تو زندگی میکنه نشون نمیده، ولی همیشه خیز داره، آمادگی اینو داره به محض اینکه حرکت یه تکونی بخوره برگرده به اون سمت که دلش میخواد. خیلی زیاد در ایران به خصوص نیروهای مسلح، به خصوص نیروهای مسلح آمادگیشون رو اعلام کردن برای اینکه اگه هممیهنانشون در یه روز موعودی قرار باشه این طرح رو به اجرا درارن، اونا به شما بپیوندن. دفعه پیشم تکرار کردم، شما به محض اینکه قرار باشه ساعت 9 احتمالاً از در خونتون بیان بیرون، ممکنه سر ساعت 9 یه 2-3% تردید تو دلتون باشه، ولی 9 و 6-7 دقیقه همه تون مثل شیر یل تو مسیرین و گروه عقاب ایرانم با عواملش در داخل ایران پشتیبان دائم شما خواهد بود. قشنگ نیستش که بیان این گروه عقاب ایران رو با یه گروه بسیار ناموفق گذشته نزدیک که اسمش رو نمیخوام بیارم، زشته، حیفه که شماها بیاین این رو با اون مقایسه کنید که نوادا اینان باز مثل اونان خیلی راحت تر از 2-4 تاست. واقعا بچه کلاس 3 ابتدایی میفهمه که اگه یه روز این 13 میلیون آدمی که تو ایران نشسته، یه چیزی در حدود 7-8 میلیونش از در خونه بیاد بیرون که کار آب خوردنه، کار بسیار راحتیه، برد حتمی با شماست و در دنیا برمیگردی به اون افتخارات بزرگی که داشتین. اگه بخواید تو این کار ضعف نشون بدین، بیچارگی و سرازیری جهنم منتظر همه ماست، چه شما داخل ایران
چه ما ایرانیان خارج از ایران. یه مقدار زیادی بزرگان مملکت ما خوابیدن. ترتیب